با سلام خدمت شما دوستان گرامی، امروز یک شنبه تاریخ 24 ماه اکتبر سال 2021 است که دولت ویکتوریا تغییرات جدید را برای ویکتوریا اعلان کردند که توضیحات خدمت شما ارائه میتیم. آقای دانیل اندروز امروز اعلام کردند که سر از روز جمعه، همین جمعه پیش رو، تاریخ 29 ماه اکتبر از ساعت 6 بجه بعد از ظهر تغییراتی که برای ویکتوریا میآید قابل ذیل است. کسایی که در ویکتوریا زندگی میکنند میتونند در هر جای از ویکتوریا سفر کنند، یعنی کسایی که در ریجنال اریا، مناطق دوردست هستند، اونا میتونند در شهر سفر کنند و کسایی که در شهر هستند میتونند در مناطق دوردست سفر کنند. از این لحاظ یعنی همون محدودیت که قبلی بود برداشته میشه. جمشود یا اجتماعات در بیرون از منازل تا 30 نفر افزایش مییابه. در قسمت دید و بازدید از داخل منازل یا مهمانی کدام تغییراتی نیامده و تا اعلان جدید و اعلان بعدی همو اعلان که قبلا شده بود همو پاورجاست. در قسمت محافل عمومی تا 5000 نفر اجازه است که مردم محافل عمومی را در جاهای عمومی بگیره. برای کسایی که هر دو دوز واکسین زده باشند میتونن که اشتراک کنن. کسایی که هر دو دوز واکسین زدن میتونن به کارهای دفتری خود برگردن. مکاتب باز میشه، تمام شاگردان میتونن به کلاس های رو در رو برگردن. پوشیدن ماسک در بیرون از منازل اجباری نخواهد بود، فقط غیر از خانه، جاهایی که به حساب داخلی منازل است، یعنی احتمالاً سر کار میتونن که بپوشن. رستوران ها، بیوتی پارلر ها، اینا همه باز میشن، میتونن که تا 500 نفر را پذیرا باشن، ولی فاصله ها باید مراعات شود. جیم، سینما، تئاتر، نایت کلاب، اینها باز میشن و این بسیار خبر خوبیش به خاطر از اینکه تا روز جمعه تاریخ 29 اکتبر 80% از باشندگان ویکتوریا هر دو دوز واکسین را دریافت میکنن و این بسیار خبر خوب است، چون ما با آزادی های بیشتر میرسیم و میتونیم که از این فرصت استفاده کنیم و به یک زندگی عادی برگردیم. و امید است که به زودترین وقت که اتفاقا پیش بینی شده که تا تاریخ 24 ماه نوامبر به 90% برسیم، که او زمان ما به آزادی های بیشتر میرسیم و این بسیار خبر خوب است، چون واقعا از این همه رنج بردن و این یک ویروس یا یک بحران صحی در جهان بود که همه را به حساب متاثر ساخته بود، در اقتصاد، در زندگی مردم ضربه وارد کرده بود، مردم از لحاظ به خصوص روحی روانی خسته کرده بود، که امیدواریم که ما بتونیم به یک زندگی عادی و عادی تر برگردیم و امیدوار هستم که همه دوستان خوب و صحتمند باشد. تا ویدیوی دیگر، بدرود.